به نام حق و حقیقت، درود بر شما همجویان گرامی. به این قسمت میخوام راجع به ماده و صورت و تعدادی از اصطلاحاتی که آقای ارسطو وضع کرده و امروزه در حوزه‌های فلسفه اسلامی از مفاهیم اساسی فلسفه به شمار می‌روند با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای ارسطو مثل ما دید ذره‌ای به عالم نداشت. ما الان جهان هستی را به صورت مجموعه از ذرات تصور می‌کنیم، مجموعی از اتم ها، مجموعی از الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها که اینها با هم دیگه در تعامل هستند، کنار هم قرار گرفتند، در حال ارتعاش و چرخش هستند. اما اونها جهان هستی رو از یک ماده خمیری شکل مثل آب، مثل گازی که انگار یک پارچه باشه، نه اینکه ذره ذره باشه، تصور می‌کردن که این احتیاج به شکل دادن داره. یعنی اگر شکل داده نمی‌شد، یک موجود بی‌تعین به حساب می‌آمد. ولی وقتی که کسی می‌آمد، اون رو به شکل پارچه در می‌آورد، می‌شد پارچه، به شکل چوب در می‌آورد، می‌شد چوب، به شکل نمک در می‌آورد، می‌شد نمک. یعنی این گونه بیان میکردن که روی هم رفته هر چیز از یک ماده تشکیل شده و از یک صورت. حالا ما امروزه هم میتوانیم همچین حرفی رو بزنیم. من جلسه قبل هم چنین چیزی رو گفتم، ولی اینها پا رو قدری فراتر از این میگذارن. یعنی صورت رو فقط چینش اجزای تشکیل دهنده ماده نمیدانن و خودشون صراحتا این رو بیان هم میکنن. میگن صورت فقط شکل و قیافه و ریخت ظاهری شکل نیست، بلکه هدف از به وجود آمدن شکل هم بهش میگیم صورت. کار کرده اون جسم یا اون شی یا اون موجود رو هم ما بهش میگیم صورت. و خب ظاهرا این مطلب رو ما الان نتونیم قبول بکنیم. یا کار کرد و هدف یک چیز در خود اجزای اون نهفته هست، یعنی در چیدمان اجزای یک میز، در نحوه چیدن اتمهاش، در میزان نیروهای بین اتمی اون، کارکرد اون میز هم نهفته باید باشه. یعنی باید مشخص باشه که این میز سطح صافی داره و سطحش صلب است و میشه روش چیزی گذاشت. یا اگر این مطلب درون میز، درون چیدمان اجزاش نهفته نباشه، جای دیگری هم این مطلب ثبت نشده. یعنی این اطلاعات بالاخره جایی برای قرار گرفتن میخواد. باز اینها مقداری پا رو از این هم فراتر میگذارن و میگن که شما مرغ رو نگاه بکنید. مرغ یک ماده ای داره. حالا ما فرض کنیم تمام اتم های تشکیل دهنده مرغ رو هم دیگه جمع کنیم بشه مادهش و یک صورتی. ما تصور میکنیم صورت یک مرغ، این نحوه چیدمان این اتم ها کنار هم و تشکیل سلول ها و انواع باف های بدن مرغ است. اینا میگن نه، مرغ، همه مرغ ها یک چیز مشترک دارن، یک مجموعه ویژگی های خاص دارن که مرغ رو مرغ میکنه. یعنی در واقع اومدن کلی منطقی مرغ رو اومدن پاشو وسط کشیدن. میگن این هم جزء صورت مرغ است. ما شاید ویژگی هایی که یک مرغ داره رو بتونیم داخل صورتش قرار بدیم، ولی اینکه کلی مرغ چیست، یعنی همه مرغ ها چه ویژگی های مشترکی دارن، این رو نمیتونیم بگیم که کجای ذرات و اجزای مرغ ذخیره شده. کلی یعنی یک مفهوم کلی، مفهوم کلی مرغ، مفهوم کلی حیوان، مفهوم کلی مثلا میز. این مفاهیم مفاهیمی هستن که ذهن ما از روی کنار هم قرار دادن چندین جزئی انتزاع میکنه. یعنی ما تعداد زیادی مرغ کنار هم قرار دادیم، دانه دانه مرغ های مختلف رو نگاه کردیم و غیر مرغ هایی رو هم کنارش قرار دادیم. طاووس دیدیم، مثلا قرقاول دیدیم، خروس دیدیم و دیدیم که این مرغ ها با هم چه مشترکاتی دارن و با حیوانات دیگه، با موجودات دیگه، با مثلا دیگ، با سماور، با میز چه تفاوت هایی دارن. و این ها رو اومدیم در ذهنمون طبقه بندی کردیم، یه مجموعه ویژگی هایی رو ما انتزاع کردیم که میگیم اگر چیزی این مجموعه ویژگی ها رو داشته باشه مرغ هست، اگر نداشته باشه مرغ نیست. اطلاعاتی است درون ذهن ما، نه اطلاعاتی درون ذرات و اتم ها و نحوه چیدمان ماده اون جسم، اون شیء. خب این هم باز یک اختلافی که من فعلا با ماده و صورتی که آقای ارسطو میگه میتونم برای شما بیان بکنم. بسیار خب، اینها ماده و صورت رو تصور کردن، تعریف کردن و این رو هم بیان میکنن. میگن ماده و صورت همیشه با هم وجود دارن. اینجا خیلی جالبه، اگه دقت کنید ممکنه با مزه هم باشه آخرش. و میگن امکان نداره که ماده و صورت بتونن بدون همدیگه به وجود بیان. یعنی ما صورت خالی نداریم، ماده خالی هم نداریم. خب به ظاهر حرف درستی است. یعنی ما نمیتونیم ماده داشته باشیم، این ماده اطلاعاتی روش سوار نشده باشه. بالاخره هر جوری شما تعدادی اتم رو کنار هم قرار بدید،
همین نحوه چیدمان اینها کنار هم میشه مجموعه ای از اطلاعات. یعنی شما نمیتونید تصور کنید ماده ای باشد ولی مجموعه ای از اطلاعات همراه اون نباشه، یعنی نشه اطلاعاتی ازش استخراج کرد، ساختار نداشته باشه. این مطلب جالبی است. البته شاید ما توی فیزیک کوانتوم مباحثی رو مطرح بکنیم که عدم قطعیت هایی رو در ساختار ماده به ما بده، یعنی ما نتونیم ساختار خاصی رو بعضی وقت از ماده استخراج بکنیم. حالا این مطلب رو ما بهش نمیپردازیم اینجا. از اون طرف میگن ما صورت بدون ماده هم نداریم، یعنی اینجوری نیست که ما اطلاعاتی داشته باشیم ولی ماده نداشته باشه، محاله، تصور نمیشه کرد. ما چیدمان داشته باشیم ولی خب ذره ای نباشه که چیدمان داشته باشه، همیشه این دو باید با هم باشن. بعد خود اینها میان میگن که ما ماده صرف رو که هیچ تعینی نداره، یعنی که هیچ صورتی هنوز روش نیومده باشه و صورت قبول نکرده باشه، بهش میگیم هیولا. این هیولا هم با اون هیولایی که ما فکر میکنیم و بچه‌ها ازش میترسن تفاوت داره، بهش میگن هیولای اولا. هیولا اگر شنیدید یک فیلسوفی داره به یک فیلسوف دیگه میگه، منظورشون همینه، منظورشون ماده است که هنوز صورت قبول نکرده. حالا نمیدونم شما میتونید تصور بکنید وقتی خودشون میگن نمیشه، چیزی که نمیشه رو چجوری میخوان تصور بکنن. ولی خب به هر حال شما یه انرژی صرف رو تصور بکنید که این هنوز به ماده تبدیل نشده، این رو ما در این حد میتونیم تصور کنیم، مقدار زیادی انرژی که این انرژی امکان تبدیل به ماده رو داره، هرچند که شاید در فیزیک این رو بشه اثبات کرد که ما انرژی بدون ماده هم نتوانیم داشته باشیم، یعنی همواره باید مقداری ماده باشه که این انرژی به اون ماده بار بشه و انرژی صرف 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 خالی خالی بدون هیچ ماده شاید نشه تصور کرد که وجود داشته باشه. بسیار خوب، اگه شما 2000 الکترون، 2000 اتم، 2000 ذره مختلف متفاوت در جایی داشته باشید، اینها بالاخره یه جوری کنار هم دیگه قرار میگیرن، این میشه صورتمون 2000 الکترون. بعد شما هر چقدر اینها رو تغییر بدید این صورت تغییر میکنه، یعنی اطلاعات عوض میشه ولی اطلاعات بهتر یا بدتر نمیشه، حتی مقدار اطلاعات کم و زیاد هم نمیشه. یعنی اگر شما این حافظه ای داشته باشید که چیدمان این ذرات کنار هم دیگه رو، موقعیت اینها کنار هم دیگه رو بخواید پیش ذخیره بکنید، فرض کنید که موقعیت هر ذره رو بخواید با 3 عدد در هر لحظه رو بخواید با 3 مکان بیان بکنید، خب 2000 تا 3 تا عددی شما در هر زمان باید موقعیت داشته باشید تا بتونید که در یک لحظه موقعیت کل مجموعه 2000 تا این ذرات رو داشته باشید. و هر چقدر این شی تغییر و تحول انجام بده اطلاعاتش افزوده نمیشود، اطلاعاتش کاسته هم نمیشود. اما آقای ارسطو و پیروانش که آخوندهای امروزی باشن، اینا ادعا میکردن، میگفتن که همه اشیا و موجودات به سوی کمال خود در حال حرکتن. اصلا این لفظ که مطرح میشه رنگ و بوی عرفانی میگیره مجلس و این کمال همون صورت هست، یعنی همه اونها میخوان به فعلیت برسن. بعد مثالی که میخوان بزنن رو دقت کنید، مثلا میگه دانه میخواد تبدیل به گیاه بشه، دانه رو تصور میکردن که تبدیل به گیاه میشه، واقعیت اینه که دانه به گیاه تبدیل نمیشه، دانه و تعداد زیادی از اتمهای هوا و تعداد کمی از اتمهای درون خاک و مقداری از اتمهای آبی که اون دانه میدن مجموعا اینها تبدیل به گیاه میشن. چیزی باید باشه که قانون بقای ماده و انرژی نقض نشود. بعد برفرض که این مجموعه ذرات بیان از حالت غیر گیاه به گیاه تبدیل بشود، چیزی تغییر نمی کنه که ما بخوایم اسمش رو کمال بگذاریم. شاید مقدار آنتروپی مجموعه این ذرات قبل از تبدیل شدن به گیاه و بعد از تبدیل شدن به گیاه تفاوت کرده باشه، یعنی آنتروپی کل اندکی توی این سیستم کم شده باشه، ولی در کل محیط و در کل مجموعه گیتی آنتروپی در برآیند کلش افزایش پیدا کرده قطعا. خب اونها میگن که دیدید شما، این داره رشد میکنه و میخواد به کمال خودش برسه، دائما در حال تغییره و انگار ماده میخواد همش به صورت تبدیل بشه. من اینو نمیفهمم، احتمالا شما هم نمیفهمید. ماده به صورت تبدیل نمیشود، ماده از اطلاعات هم اطلاعات، ماده نه به صورت تبدیل میشه نه صورت به ماده تبدیل میشه، صورت مشخص، ماده مشخص. اونا میگن نه، ماده قوه است و صورت فعلیته، ماده به صورت به مرور تبدیل میشه و به کمال میرسه. بعد ادعا میکنن، میگن اون ماده ای که گفتیم که صورت داشت اسمش هیولا، میگن برعکسش صورتی که همش دیگه صورت شده باشه، همش کمال به فعلیت شده باشه، کمال مطلق باشد، اون میشه صورت محض و این صورت محض خداست. خب یک تعریف دیگه ای به تعریفات خدا افزوده شد. خب جالبم هست، طبق ادعایی که خودشون همین چند دقیقه قبل مطرح کردن، پس خدا وجود ندارد، چون همین چند دقیقه پیش خودشون ادعا کردن که گفتن صورت محض وجود ندارد، ماده محض هم گفتن وجود ندارد، یعنی گفتن نه هیولا وجود دارد نه خدا وجود دارد. این رو هم ما میتونیم یکی از برهان‌های رد وجود خدا به حساب بیاریم که آقای ارسطو مطرح کردن، هرچند که برهان نیست، کلا مشتی حرف‌های نامفهوم بود، ولی خب به هر حال من نمیدونم چطور روشون شد اسم اون چیزی که وجود ندارد به هیچ وجه بگذارن خدا.
حالا از این میگذریم که فلاسفه میگن صورت چیز، ماده چیز، اینا. اگه شما چند ماه برید سر کلاس‌های فلسفه بشینید احتمالاً دیوانه میشید واقعا از مباحث اشتباهی که اینها روش دارن اطلاعات دیگری رو برقرار میکنن. یعنی خود مفهوم ماده و مفهوم صورت مفاهیم غلط، اشتباه و دارای ابهامات فراوان. بعد اینها میان صحبت میکنن که حالا اینها این خودش جوهر است، این جوهر مادی، جوهر جسمانی است و هزار اطلاعات اشتباه دیگری رو اینا میان در ارتباط با این مباحث بنا میکنن و راجع بهش صحبت میکنن. بعد نیست که این جلسه که داشتیم راجع به اصطلاحات اشتباهی که ارسطو وضع کرده و هنوز در فلسفه اسلامی مطرح میشه صحبت میکنیم، یه مقدارم راجع به جوهر و عرض صحبت بکنیم. اینم زیاد ممکنه به گوشتون بخوره، آخرشم نفهمید که معنی چیه. ما تو فلسفه به ذات یک چیز میگن جوهر. ما ذات چیه؟ شما ذات رو بگید مفهوم یک چیز. مثلا ذات سیب چیه؟ مثلا سیب یک تعریفی داره که شما میفهمید که این سیب سیب هست و این پرتقال سیب نیست. حالا شاید شکل خاصی داشته باشه، عطر و بوی خاصی داشته باشه، طعم خاصی داشته باشه و سایزش از یک مقدار کوچکتر نباشه، از یک مقدار بزرگتر نباشه، از درخت به عمل میاد و مجموعه ویژگی‌هایی که بعد یک شیء داشته باشه که شما نام سیب بر رو بتوانید بگذارید. شما به این بگید ذات. اینا میگن که جوهر جنس موجودی است که در بودن خودش نیاز به هستی موجود دیگری ندارد، مثل مقوله جسم. در مقابل اون عرض، عرض میگن جنس موجودی است که در بودن خود نیازمند بودن موجود دیگری هست، مانند مقوله رنگ. خب ببینید، این واقعا از ضعف برداشته اینها به واقعا جسم آجر با رنگ آجر هیچ تفاوتی در وجود داشتن ندارن. یعنی اینجوری نیستش که رنگ آجر نیازمند بودن یک جرم آجر باشه تا بتونه روی اون قرار بگیره. یعنی اینا تصورشون نقاشی هستش که قلمو به دست گرفته، آجر رو میاد مثلا روش رنگ میمالد و میگه خب باید اول آجر باشه تا بعد رنگ بتونه روش قرار بگیره. پس رنگ انگار عرضی است، عارض میشه روی یه چیز دیگه ای قرار میگیره، نیازمند موجود دیگری است که روش سوار بشه. ولی نه، جرم آجر به خودی خودش میتونه وجود داشته باشه. در صورتی که اگه شما واقعی تر به این مسئله نگاه بکنید، شما دو تا مربع در نظر بگیرید، یکی سبز یکی قرمز، یه دونه مثلث سبز در نظر بگیرید. ذهن ما انسان‌ها اینگونه رفتار میکنه، دو چیز رو که نگاه میکنه، دو چیز رو که اطلاعاتش رو دریافت میکنه، اشتراکات و افتراقاتش رو میاد تشخیص میده. الان دو تا مربع رو وقتی این نگاه میکنه، نگاه میکنه میبینه یکی سبز یکی قرمز، میگه مشترکاتشون اینه که اینا شکلشون یکیه و افتراقشون در اینه که اینها رنگشون تفاوت داره. در واقع با نگاه کردن به دو مربع سبز و قرمز، ذهن ما مفهوم رنگ رو میاد تشخیص میده. تا زمانی که ما اختلافاتی رو مشاهده نکنیم نمیتونیم اصلا مفهوم اون رو درک بکنیم. الان ما مفهوم رنگ سبز و مفهوم رنگ قرمز رو با دیدن این تصویر میتونیم متوجه بشویم. و اگر ما دو تا تصویر سبز رو بهمون نشون بدن، مثلث سبز و مربع سبز، ما میتونیم در اینجا مفهوم مربع و مثلث رو بیایم انتظار بکنیم. یعنی میبینیم که این دو شکل در شکل ظاهری تفاوت دارن با هم دیگه، یکی سه ضلع داره یکی چهار ضلع داره. متوجه میشیم که این مربع اون یکی مثلث. ببینید، ما هم شکل ظاهری رو انتظار کردیم، هم رنگ رو انتظار کردیم از یک چیز، از یک داده‌ای که به ذهن ما وارد شد. واقعا هیچ کدوم از اینها، یعنی شکل و رنگ، به اون یکی اولویت ندارد. در رابطه با حجم هم همینه، یعنی حجم مکعب با مربع هیچ تفاوتی نداره. آجر یک حجمی دارد و یک رنگی دارد و هر دو رو ما از روی تصویری که از آجر به چشم ما وارد شده و ذهن ما وارد شده و تحلیل شده ما اومدیم انتظار کردیم. جرم آجر هم هیچ اولویتی از لحاظ اطلاعات نسبت به رنگ آجر نداره. تمام این چیزهایی که ما داریم از آجر انتظار می‌کنیم همون اطلاعات چیدمان ذرات آجر کنار هم دیگه است که این مجموعه رو اومده برای ما ساخته. حالا اون چیزی که باید شما به عنوان صورت آجر ازش یاد بگیریم، در واقع این صورت آجر مجموعه اطلاعاتی است که ذرات آجر کنار هم دیگه اون رو تشکیل میدهند. هم رنگ آجر در این اطلاعات نهفته است، هم جرمش، هم سختی سطحش، هم میزان مقاومتش در مقابل نیروها، هم حجمش، هم تمام اطلاعات فیزیکی و شیمیایی که آجر دارد، همه و همه هیچ برتری این نسبت به همدیگه ندارن. همه رو ما انتظار میکنیم. این که ما بیاییم به جرم آجر بگیم جوهر و به رنگ آجر بگیم عرض، بگیم جرم آجر نیازی به موجود دیگری در وجود داشتن ندارد ولی رنگ آجر نیاز به موجود دیگری در وجود داشتن دارد، پس اون میشه جوهر میشه عرض، این مطلب اشتباهی است. یه مطلب اشتباه. چرا باید 2500 سال در تمامی دانشگاه‌های فلسفه یک جامعه تدریس بشه، سالانه هزاران نفر این مطالب رو بیان بخونن؟ خب واقعا عمر این افراد رو کی باید پاسخ بده؟ بالاخره زمانی که شما فهمیدین این مطلب اشتباهی باید حذف بشه. دیگه میان چیکار میکنن؟ میان میگن که جوهر همون تعریف یک شی باشه. مثلا فرض کنید شما اگر سیب زرد رو
تعریف کنید میوه‌ای که سیب هست رنگش هم زرده. می‌خواید سیب زرد رو از بقیه سیب‌ها جدا کنید. مثلا سیب سبز فرانسه باید یک اسم خاصی روش قرار داده بشه و طبقه‌بندی خاصی روش صورت بگیره. می‌گین سیب سبز فرانسه. خب با بقیه سیب‌ها، با بقیه سیب‌های فرانسه، با بقیه سیب‌های سبز این میوه رو شما اومدید تمایز دادید. در مفهوم این شی، حالا اگه جوهر رو ذات و مفهوم اون چیز تعریف بکنیم، هم سبز بودن اومده، هم فرانسوی بودن اومده. الان رنگ سبز میشه انگار جزء ذات این چیز، یعنی جزء جوهر. رنگ رفت جزء جوهر اون چیز. اما اگر شما سیب رو تعریف کنید، بگید سیب، من سیب قرمز هم به شما بدم، شما میگید کار خوبی کردید به من، سیب دارید. شما میگید یک سیب به من بده، من میام به شما سیب قرمز میدم، سیب گلاب لبنان میدم. شما از من میپذیرید، میگید شما حرف منو گوش دادید و به من سیب دادید. بعد من از شما میپرسم سیب چه رنگی، شما میگید سیب زرد است، سیب سرخ است. در واقع الان سرخی خارج از ذاته، این چیزی بود که شما از من درخواست کردید که بیاورم. میتونیم این رو بگیم چی؟ عرضی. مثلا شما انسان رو در نظر بگیریم، مفهوم انسان مفهوم واضح و روشن است، اما مفهوم متمدن بودن در این مفهوم نهفته نیست. یعنی ما میتونیم انسان رو تصور بکنیم که متمدن نباشد، هرچند که امروز انسان ها همگی متمدن هستند. لذا میشه گفتش که این مفهوم متمدن بودن نسبت به مفهوم انسانیت که ما تعریف کردیم، این مفهوم عرضی باشه، یعنی خارج از این مفهوم باشه. اگه ما بخوایم عرضی و جوهر رو این تعریف کنیم، که البته خلط شده مباحث با هم دیگه که فلسفه اسلامی بسیار گنگ و در هم تنیده است. گاهی وقتا اینا جوهر و عرض میگن، اینی که الان من گفتم رو قصد میکنم. یعنی جوهر رو میگن اون ویژگی هایی که درون تعریف یک چیز هست، و عرض رو میگن اون ویژگی هایی که درون تعریف یک چیز نیست ولی میشه به موجز بار کرد. و گاهی وقتا نه، همون که اول گفتم منظورشون هست، یعنی میگن جوهر اون چیزی که در وجود خودش نیازمند موجود دیگری نباشد، مثل جرم آجر، و عرض اون چیزی که در وجود خودش نیازمند موجود دیگری باشد، مثل رنگ آجر. و رنگ رو اینا تصور میکنن یه چیزی است که خداوند نقاش هستی است اومده روی آجرها مالیده، همونطوری که نقاش میاد به دیوار ساختمون رنگ میماله. خب دیگه بعد اینا ازشون بپرسید خود رنگ اون قوطی رنگ رو کی به اون قوطی رنگ مالیده، اینو دیگه نمیتونن جواب بدن. این رنگ پلاستیکی شما از مغازه میخریم یا به دیوار خونه میمالی، خودمون رنگ رو کی اومده سفید کرده؟ امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این قسمت. بیشتر از این من نمیخوام این قسمت رو، چون هیچ فایده ای هم نداره، ادامه بدم. فقط خواستم که شما با این چند اصطلاح که متاسفانه بیش از 1000 سال تو حوزه های اسلامی ذهن جمع زیادی از دانش آموزان رشته فلسفه رو داره درگیر میکنن، آشنا بکنم. قسمت بعد میخوام وارد خود برهان علیت بشیم. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز بشین. بدرود.